بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالم که در یک دیگر از برنامه های اندیشه برتر در خدمت شما عزیزان و گرامیان قرار دارم. امیدوارم در هر جای هستید در پناه الله بزرگ و متعال سبحانه و تعالی قرار داشته باشید. بینندگان عزیز و گرامی، یقینا و بدون تردید همچنان که مستحضر هستید، ما درباره جنگ فکری صحبت داریم و مسائل را به صورت مقدماتی پیرامون جنگ فکری به خدمت شما عرض کردیم و همچنین اهداف و وسائل جنگ فکری. و به همین ترتیب حالا در بخشی هستیم که عبارت از چگونگی مقابله با جنگ فکری هست و یک سری مسائل را به خدمت شما دوستان گرانقدر عرض کردم، یا راهکارهایی که برای جنگ فکری، برای مقابله با جنگ فکری هست. و می توانیم دوستان گرانقدر از جمله این موارد، یکی از اساسی ترین و مهمترین راهکار اینه که ما دشمن را درست بشناسیم و نقاط ضعف و نقاط مثبت دشمن را به خوبی درک بکنیم. همان کاری که اونها با مسلمان ها و با امت اسلامی انجام دادن و میدن. و ما انشاءالله این مبحث را بیشتر در بحث استشراق یا خاورشناسی، جریان استشراق و خاورشناسی توضیح خواهیم داد. اما یقینا و بدون تردید میدانید که اونها افراد را میفرستن داخل سرزمین های اسلامی و حالا به عناوین مختلف، به عناوین و به هر حال نام های مختلف و به بهانه های مختلف برای تحقیق و بررسی اوضاع مسلمان ها و اوضاع ملت های مسلمان، که نکات ضعف این مردم چیه، نکات مثبت این مردم چیه و این مردم به چه چیزهای علاقه دارن، از چه چیزهای متنفرن، از چه چیزهای بد میبرن و خلاصه این که نقطه ضعف این مردم کجاست. و این در واقع یکی از راه‌های پیروزی هر فرد که چنین فکر و چنین اندیشه‌ای داشته باشه. حتی در جنگ گرم، غیر از این جنگ سرد و جنگ نرم و جنگ روانی، جنگ‌های گرم هم که هست، جنگ‌های رویارویی که کشتن در پی داره، اونها هم اگر انسان درست استراتژی درست نداشته باشه و نقاط ضعف و نقاط مثبت دشمن را درست نتونه که بررسی بکنه و درست آنها را تحقیق نکنه دربارش، یقینا و بدون تردید که نمیتونه دوستان گرانقدر پیروز بشه. لذا بسیار مهمه و اساسیه در هر جنگی، چه جنگ گرم باشه و چه جنگ سرد باشه، لازمه که انسان طرف مقابل رو اول بشناسه که کسی که در طرف من قرار داره چی کسیه، و بعد از آن هم نقاط ضعف و نقاط مثبتش را بفهمه که بتونه با اون مبارزه بکنه. و الا اینکه نمیتونه یک انسان با فرد مبارزه بکنه و با فردی به هر حال استادگی بکنه و به او به هر حال در جنگ بشه، وارد نبرد بشه و پیکار بکنه که او را نمیشناسه، خب طبیعتا نمیتونه پیروز بشه. یعنی پیروزی ممکن نیست دوستان گرانقدر، مگر اینکه چانس بیاره به اصطلاح. ولی دوستان گرانقدر، در جنگ فکری هم نیازه که نقاط ضعف و نقاط مثبت دشمن را به خوبی انسان درک بکنه، همان گونه که گفتم آنها این کار را انجام بدن. امروز شما ببینید در میان ملت‌های مسلمان بعضی افراد را توسط پول اغرا کردن، توسط پول آنها را فریب دادن و این آدم به هر حال در دنیای پول و در دنیای ثروت و در دنیای مادیات داخل کردن و چون نقطه ضعف این آدمه، وقتی برایش پول دادن، وقتی برایش ثروت دادن، وقتی برایش دارایی دادن، این آدم دیگه اصلا اون آدم نیست دوستان گرانقدرم، کلا فرق میکنه، اصلا یعنی یک آدم دیگری میشه، یک آدمی میشه با تمام و عیار، با تمام عیار دوستان گرانقدر در خدمت کسی قرار میگیره که مادیات او را برآورده کنه، دنیای او را برآورده کنه، پول برایش بده. چون این آدم نقطه ضعفش مادیاته، نقطه ضعفش پوله، نقطه ضعفش اقتصاده. برایش پول بدی هر کاری که دلت خواسته باشه برایت انجام میده. خب اینها دوستان گرانقدر مصیبت آوره، اینها مشکلات واقعا، یعنی میشه گفت یکی از مشکلات بزرگ و مشکلات عظیم و مشکلات عمده.
و متاسفانه میبینیم که این وضعیت در میان برخی از افراد آحاد امت اسلامی هست. حتی این افراد خودشان کار میکنن برای اون بزرگانشان و برای کسانی که اونها را به اصطلاح اجیر کردن و اونها را مزد بده هستند برای آنها. لذا دوستان گرام، قدر خیلی مهمه و بعضی ها را میبینین که با چوکی و با مقام و با رساندن به مناسب بالا بالا و اینها این نقاط ضعف شانه. یعنی بعضی از افراد براش یک مقامی بدی، یک منصبی بدی، بعد رهایش کن دیگه، هر کاری که دلت میخواه بذارش انجام بده. یعنی نقطه ضعف این آدمه. و بعضی از جوامع میبینین که نقطه ضعفشان یک چیز دیگریه. یعنی هر جامعه و هر فرد فرق میکنه، نقطه ضعفی داره. لذا ما هم باید نقاط ضعف دشمن را درست بررسی بکنیم، درست آنها را شناسایی بکنیم. وقتی که شناسایی کردیم از شر اونها در امان میمانیم. وقتی اونها را صحیح شناسایی کردیم میتوانیم به خوبی با آنها برخورد بکنیم و به خوبی با آنها مقابله بکنیم. چون یقینا مقابله با دشمن برمیگرده به شناخت شما از دشمن، شناخت شما از اهداف او، شناخت شما از اسلحه و ابزار و وسائل که او مستفید میشه در این راه و در این جنگی که با شما وارده. لذا دوستان گرانقدر و دوستان عزیز، این بسیار اساسی و بسیار مهمه، شناختن دشمن و شناخت و معرفتی به نقاط ضعف و نقاط مثبت دشمن، تا اینکه انسان بتونه به خوبی در برابر این دشمن خونخوار و در برابر این دشمن بی انصاف و این دشمنی که از ضربه زدن به شما و از بین بردن شما از هیچ سعی و تلاش دریغ نمی کنه. خیلی مهمه دوستان عزیز. بحث دیگری مطرح میشه دوستان گرانقدر، یا راهکار دیگری بگیم مطرح میشه در مقابله با جنگ فکری، و آن عبارت از ازاله و از بین بردن شبهات. دوستان عزیز، امروز ما در یک زمان قرار گرفتیم که خواسته باشیم نخواسته باشیم شبهات سرازیر شده، خواسته باشیم و نخواسته باشیم شبهات سرازیر شده و شبهات در میان امت اسلامی منتشره. حالا خاصتاً جوانانی که در اینترنت، در فضای مجازی به هر حال مشغولند و مصروفند و اینها دیگه به هر حال نمیتونن که به اصطلاح تمام راه ها را ما به سوی آنها ببندیم که شما حق ندارید این کار را انجام بدید، حق ندارید این کار را انجام بدید. خب طبیعتاً اونها میرن انجام میدن، میرن مطالعه میکنن و میرن میخوانند و اهل مطالعه هستند به اصطلاح. لذا دوستان گرانقدر، بسیار مهمه که ما راهکار داشته باشیم برای پاسخ به شبهات، به خاطر اینکه جنگ فکری این بحث را داره دوستان عزیز، یعنی باز میکنه قضیه شبهات را. حالا ما به عنوان یک مسلمان تعامل ما با این شبهات چی باشه؟ حالا میشه چند مسئله را ذکر کرد دوستان گرانقدر. در واقع این شبهات خودش محرکات داره و تحریک کننده هایی داره، تحریک کننده های خارجی، داخلی و بعضی از وسوسه ای که در انسان به وجود میاد و بعضی از محرکات خارجیه که به خدمت شما عرض کردم در فضای مجازی، حالا در کانال ها میره، در سایت ها میره، در فیسبوک ها میره، به هر حال در اینستاگرام ها میره، خلاصه در حسابات مختلف داخل میشه و بعد شبهات در ذهنش به وجود میاد. خب وقتی که ما با یک شبهه سر میخوریم و با یک شبهه به هر حال روبرو میشیم، باید چگونه تعامل داشته باشیم؟ یکی اینه که شخص به هر حال بی توجهی میکنه، هیچ عکس العمل در برابر شبهه انجام نمیده و دروازه شبهات را هم به سوی خود نمیبنده. حالا ببینید، یکی اینه که بی توجهی میکنه، کلا اصلا انگار نه انگار که حرفیه و این شبهه را میخونه و از روی آن میگذره و با آن کلا هیچ عکس العمل نشان نمیده و در عین حال دروازه شبهات را هم به سوی خود نمیبنده. یعنی هر روز باز به همان سایت ها مراجعه بکنه، به همان فیسبوک ها مراجعه بکنه و شبهات آنها را هر روز یکی پس از دیگری مطالعه بکنه. خب این روش یقینا که نادرسته و روز به روز شبهات در ذهن این آدم انباشته میشه و سرانجام او را به هر حال به طرف کفر و جهل و ناخدا باوری و خیلی دیگه از مزخرفاتی که هست او را میکشانه. این طبیعی است دوستان گرانقدرم. شما ببینید، اگر یک سیستم کامپیوتر رو به اصطلاح خواسته باشیم مثال بزنیم دوستان عزیز، یک سیستم رایانه و کامپیوتر رو خواسته باشیم مثال بزنیم،
ببینید شما دوستان عزیز، اگر یک ویروسی، حالا از یک جای، چی ویروس از طریق فلش باشه، چی ویروس از طریق اینترنت باشه، خلاصه بیاید داخل کامپیوترتان و شما آن را جلوگیری نکنید، بدانید که کامپیوترتان، سیستم کامپیوترتان ویروسی شده، ولی از آن جلوگیری نکنید. یقینم که دوستان گران قدر، این سیستم، این ویروس یکی پس از دیگر زیاد میشه، یعنی به هر فایلی که شما مراجعه کنید، این ویروس در همان جا خلاصه با شما، دنبال شما هست و میره و منتشر میشه، یکی دو تا سه تا، خلاصه زیاد میشه. اگر یک آنتی ویروس قوی روی این نصب نشه دوستان گران قدر، از بین میبره، از بین میبره سیستم شما را، کاملا از بین میبره و بعضی از برنامه های شما را کاملا از بین میبره، حذف میکنه، یا شما نمیتونین که اون برنامه را درست بروز رسانی بکنین و از اون برنامه دوباره استفاده بکنین، خراب میکنه، حتی ویندوز شما را کاملا خراب میکنه. حالا ما در حد ویندوز صحبت میکنیم، حالا اون ویندوز شما را کاملا خراب میکنه دوستان گران قدر. لذا بسیار مهمه، حالا یک شبهه هم که در ذهن میایه، مانند یک ویروس باید به او برخورد بشه، یا آنتی ویروس قوی داشته باشیم، در خود نصب کرده داشته باشیم، یعنی علم و دانش داشته باشیم که بتونیم آن را زایل بکنیم، از بین ببریم، و یا اینه که یک آنتی ویروس بیرونی نصب بکنیم اگر نصب نداریم، که آن عبارت از مطالعه، یا اینه که مراجعه به اهل تخصص تا اینکه از اونها سوال بشه که این پاسخش چیه، پاسخش چیه. و این نکته را هم به خدمت شما عرض بکنم دوستان گران قدر، باور کنید بالای 95% شبهات تکراریه، یعنی چیز جدیدی نیست دوستان گران قدر، تکراریه، فقط نشخاره، این هم تکرار میکنه، اون هم تکرار میکنه. به 100 تا سایتشان مراجعه کنید، از اسلام ستیزان، آتیست ها و دشمنان اسلام و یهودیان و مسیحیان میبینین که همان نفس شبه هست، ولی با یک سیاق دیگری، با یک طریق دیگری، با یک لباس دیگری، که این هم یکی از کید و مکر این مردمه، که تغییر روش میدن، تغییر لباس میدن، تا اینکه فردی که درست آشنایی نداره با اصل و ماهیت این مردم، فریب این مردم را بخوره. حالا راه دوم دوستان گران قدر برای تعامل یک انسان با شبهات، یا تعاملی که حالا صورت میگیره با شبهات، اینه که شبهه را میشنوه و میخوانه و بعد بدون هیچ درنگی شروع میکنه به تبلیغ و ترویج آن. خب این واقعا خطرناکه دوستان گران قدر، یعنی واقعا دوستان گران قدر این گونه هستند بعضی از جوانان ما، یعنی به محض اینکه شبهه را شنید و یک انگار که یک خیلی حرف بزرگ شنیده، بعد شروع میکنه این هم به تبلیغ شروع میکنه، نعوذ بالله، همان کفر را، همان الحاد را در صفحه خود پخش میکنه، برای دوستان خود میرسانه، به این میرسانه، به اون میرسانه، انگار که به یک چیز جدیدی دست یافته. شما باور کنید دوستان گرانقدر، یعنی بعضی از این مردم همین مطالب کفری و الحادی را پخش میکنن، والله فکر میکنه که یک کار بزرگی انجام داده، کار بسیار بسیار بزرگی انجام داده، و انگار که یک چیز جدیدی دست یافته. حالا بعضی از این کسانی که اکثر روشن فکری میکنن، شما ببینید دوستان گرانقدر، حرفهای قوم نوح علیه السلام را تکرار میکنن، حرفهای قوم شعیب را تکرار میکنن، حرفهای بنی اسرائیل را تکرار میکنن، حرفهای مشرکین زمان رسول الله علیه السلام را تکرار میکنن. بعد چی میگه؟ ما چیزهای جدید آوردیم، اینهایی که شما میگید کهنه، نه عزیز من، این چیزی که تو میگی کهنه، فرسوده شده، به خدا این از زمان نوح علیه السلام مشرکین و کسانی که به الله شرک می‌ورزیدند و الله را یا قبول نداشتند، همین حرفای تو را می‌گفتند. ای ملحد، ای آتیست، چیز جدیدی نیاوردی، بدبختین که تو به هزاران سال قبل برگشتی، چیز جدید آوردی و الله فلانی گفته، فلانی گفته. خب تو دارین عزیز من، اون هم داره نشخوار میکنه حرفای دیگران را، حرفهای هزاران سال قبل را، و تو هم آمدی همون حرفای از آن سال قبل را داری تکرار میکنی، انگار که یک چیز جدیدی آورده. خیلی هم به خودش میباله، عجب مردمی هستند، به خدا عجب موجودات و عجب مردمی هستند اینها. و حتی بعضی از این کسانی که حالا خودشان را به اصطلاح روشن فکران دینی تصور میکنند، این مردم هم متاسفانه میبینید که حرفهایی را تکرار میکنند که فرقه های فرسوده و فرقه های پوسیده هزاران، یعنی صدها سال قبل تکرار میکردن، بعد از زمان رسول الله علیه السلام و صحابه ایستا ایستا اینها به وجود آمدن، مثل خوارج و معتزله و مرجعه و بقیه گروه ها و فرقه های
مزخرف، رافضه و بقیه، همون حرف رو تکرار میکنه ولی تصور میکنه که به یک چیز جدیدی دست یافته. نه عزیزم، من چیز جدید نیست، اینها کهنه های فرسوده هاست و پوسیده های صدها سال قبل که تو داری تکرار میکنی. بعد اهل حق و اهل اسلام را متهم میکنه که شما عقب افتاده هستی، چرا شما 1400 سال قبل حرفا را تکرار میکنی؟ عزیزم من، تو 2000 سال قبل را تکرار میکنی، حرفای اونها را میگی، تو چیز جدید آوردی تو را به خدا. تو عقب افتاده یا من مسلمان عقب افتاده هستم؟ تو همون حرفهای ملحدین را تکرار میکنی، حرفهای ملحدینی که هزاران سال قبل بودند، چیز جدیدی آوردی؟ خسته نباشی عزیز من. عجب مردمی هستن. خب حالا حرف من این بود که بعضی از جوانان ما بعضی این شبهات را که میبینن، بله یک چیز جدیدی یافتیم. نه عزیز من، چون تو مطالعه نداری فکر میکنی جدیده. بعد شروع میکنه به پخش و نشر این، پیش این بگو، پیش اون بگو، فضای مجازی پخش بکن، به فیسبوک پخش بکن، به اینستاگرام پخش بکن، به یوتیوب پخش بکن، یک چیز جدید انگار یافته یا انگار یک چیز جدید شنیده، در حالی که اینها همه فرسوده هایی است که واقعا. و این راهکار و این تعامل دوستان گرانقدر بسیار خطرناکه، این تعامل که انسان هر چی را میشنوه تکرار کنه. الله متعال بر انسان عقل داده و برای فرد مسلمان ایمان داده و عقل داده، نباید این ایمان و عقلش را در حراج بگذاره که هر کس بیای آن را بگیره و ببره. عزیز من برو مطالعه بکن، مطالعه نداری برو، اهل مطالعه نیستی برو به اهل، به کسانی که اهل تخصصن مراجعه بکن، بشنو حرفشان را، ببین که جوابشان چیه، پاسخشان چیه، آیا تو به حقی یا اون کسی که این حرف را زده به حقه یا واقعا حق جای دیگریه. عزیز من، و همچنین دوستان گرانقدر، بعضی ها شبهه را خوانده و یا دیده و محل را ترک می کنند و بدان هیچ توجهی نمی کنند. این هم بسیار خوب نیست. در قسمت اول گفتیم که بی توجهی می کنه و محل را ترک نمی کنه، می مانه در همانجا. این هم می آید یک شبهه می شنه و بعد محل را ترک می کنه میره. مثلا در یک صفحه می بینه که یک شبهه هست، صفحه را لایک خودش را میگیره یا به حال فالوی خودش را میگیره، اشتراک خودش را لغو میکنه، از صفات خارج میشه، میگه نمیخوام که فکر خودم را درگیر به این کارها بکنه. این کار کار خوبیه، ابتداعا کار خوبیه، ولی میبایست که این عزیز ما به خاطر همین شبهه‌ای که در ذهنش هست مراجعه بکنه به اهل تخصص یا خودش مطالعه کنه، حداقل همین شبهه را از ذهن خود دور بکنه تا ذهنش درگیر نباشه با این شبهه، ذهنش درگیر نباشه و شیطان او را وسوسه نکنه. راه درست اینه. بعضن دوستان عزیز و گرانقدر وقتی که شبهه را میشنوند یا شبهه را میخوانند، وارد تحقیق میشه، تفحص میکنه و پاسخ منطقی به آن پیدا میکنه و این خیلی خوبه و این بسیار خوبه دوستان عزیز، چون او را سپهر بزرگی در برابر دشمن او را قرار میده و باعث میشه که دشمن به هر حال ناامید بشه. وقتی که یک جوان وقتی که شبهه‌ای را میشنوه، شبهه‌ای را میخونه، مراجعه میکنه، خودش مطالعه میکنه یا اگر اهل مطالعه نیست به اهل تخصص مراجعه میکنه، این بسیار کار نیکیه و کار خوبیه. و بعضا دوستان گرانقدر، یقینا این را به خدمت شما عرض بکنم، بعضا شروع میکنن بعد از اینکه یک شبهه‌ای را شنیدند یا شبهه‌ای را خواندند، شروع میکنن به آثار و نوشته های دشمنان اسلام برای تحقیق. این هم بسیار خطرناکه، این بسیار خطرناکه دوستان عزیز، که ما شبهه را، پاسخ شبهه را از دشمن بخواهیم، همان دشمنی که این شبهه را انداخته. مثلا بعضا در یک سایتی میبینه، در یک کانال یک شبهه را میبینه، بعد مراجعه میکنه به ادمین صفحه که پاسخ این چیه، این حرف را تو به چی دلیل گفتی. خب اون هم چهار تا دروغ دیگه میگه، این بیچاره که خودش اهل مطالعه نیست که این قضايا را بفهمه، میان حق و باطل، میان دروغ و راست تفکیک بکنه، تصور میکنه که واقعا این گونه است، واقعا این گونه است. من دوستان گرانقدر با افراد زیادی، با کمونیست، با آتئیست، با مسیحی، با بقیه اینها بحث و گفتگوی زیاد داشتم. شما باور کنید دوستان گرانقدر، یعنی همه اینها بلا استثناء کسانی که اول مسلمان بودن، یعنی از خانواده مسلمان بودن، بعد آمدن مسیحی شدن یا آتیست شدن یا کمونیست شدن، هر چیز دیگری که شدن، به هر گروه و فرقه و دین دیگری که رفتن، از اینها سوال میکنی که مثلا از یکی از اینها من سوال کردم، از یکی نه دو سه تا اینها سوال کردم، اولین سوالم این بود که
جان من، تو معلومات تو درباره اسلام چیه؟ قرآن را خواندی؟ بله خواندم. گفتم کجا خواندی؟ گفت وقتی که خرد بودم، خب به هر حال طفل بودم، در مسجد میرفتم میخواندم. خب خیلی خوب، وقتی که خواندی آیا مفهوم قرآن را میفهمی؟ در این قرآن چیه؟ میگه نه نمیفهمم. گفتم پس تو چگونه بر علیه اسلام اظهار نظر میکنی؟ یعنی درباره اسلام اظهار نظر میکنی در حالی که مقدماتش را نمیفهمی، یعنی کلام الله قرآن را نمیفهمی، که این اساسی ترین اعتقاد و باور در میان مسلمان هاست، یا قانون اساسی مسلمان هاست و شالوده اعتقاد و باور مسلمان هاست، چگونه تو این را نمیفهمی بعد میای بر علیه اسلام صحبت میکنی؟ گفت والله من مطالعه دارم. گفتم خیلی خوب، از کجا مطالعه داری؟ کجا را مطالعه میکنی؟ والله یک نویسنده کمونیستی کمونیست هست، من کتابهای او را مطالعه میکنم درباره اسلام. عجب، نویسنده کمونیست، نویسنده مسیحی، نویسنده آتیست درباره اسلام نوشته، این جوان برای تحقیق اون کتاب را انتخاب میکنه. چرا این کار را میکنی عزیز من؟ اون خب داره دروغ میگه، تو که نمیتونی، یعنی در اون جایگاه علمی قرار نداری، معلومات دینی و معلومات اسلامی تو به حدی نیست که بتونی تفکیک بکنی میان حق و باطل، میان روشنی و تاریکی. هر چی که به خورد تو دادن به نام دین قبول میکنی. باور کنید دوستان گرانقدر، به خاطر همین من میگم که اکثر شبهات اینها اساس نداره اصلا. یعنی میای یک دروغ میگه، مثلا نویسنده یک دروغ میگه، یک گوینده، یک نویسنده یک دروغ میگه، بالای این دروغ نیم ساعت یک ساعت صحبت میکنه و مانور میده و مینویسه، در اساس دروغه. شما اگر مراجعه کنید میبینید اساسا این قول وجود نداره، اساسا این قول وجود نداره که بعد بیای رویش مانور بدی و صحبت کنی و تفصیل بدی و که والله فلان است و شاخ و برگ بدی، در حالی که همه دروغه، اساسش دروغه، شاخ و برگش هم دروغه. یا به اصطلاح منطقی دوستان گرانقدر چی میگن؟ صغرا و کبرا میکنه بعد خودش نتیجه میگیره. یعنی از پیش خود یک چیزهایی را میگه، بر اسلام دروغ میبنده، بر اسلام به هر حال تهمت میزنه، بعد روی همین تهمت و روی همین دروغ خود یک ساعت دو ساعت صحبت میکنه، مینویسه که حیران بمانید، به یک نتایجی میرسه که خودتان حیران میمانید. خب آخر نتیجهش چیه؟ اسلام دین خوبی نیست. چرا؟ چون این حرف را گفته. خب جان من، این حرف دروغه. چرا دروغ میگه؟ اصلا کجا اسلام این حرف را گفته؟ در کجا وجود داره؟ پیامبر اسلام چنین کرده. خب در حالی که نکرده کجاست؟ بیار همان را دلیلت را، یا دلیلش را میاره، میبینید دلیل دم بریده ای. یعنی به این معنا که اصلا این دلیل شایسته گفتن نیست اصلا، از نظر سندی، از نظر متنی مشکل داره، یا هم این بیچاره نفهمیده اصلا منظور اون قول و منظور اون گفته چیز دیگریه و این آدم با اون فهم قاصری که داره چیز دیگری برداشت کرده. خب بیا جان من، اول قبل از اینکه میخوای مطرح کنی دو ساعت در موردش دروغ بگی و تزویر بکنی و تهمت بزنی، بیا اول بپرس که پاسخ این چیه. لذا دوستان گرانقدر، این راه راه اشتباهیه که ما شبهه‌ای را بخوانیم و بشنویم و به دشمنان اسلام مراجعه بکنیم و به کسانی که مسلمان نیستن به کتب آنها و به گفته های اینها برای پاسخ به این مسئله. تو عزیز من میخوای در مورد اسلام معلومات بکنی، حالا شاید کسی بگه چرا شما به ما تعیین تکلیف میکنین که ما به کی مراجعه بکنیم به کی مراجعه نکنیم. عزیز من، این از روی دلسوزیه. تو به عنوان مثال یک مشکل طبی پیدا میکنی، پیش دکتر مراجعه میکنی یا پیش آهنگر؟ به اصطلاح میگم، حالا با احترام به آهنگرهای عزیز، اون تخصصشان طب نیست، آهنگری بلدن اونها، آهنگری بلدن و کارشان هم بسیار خوبه. حرف من اینه که اگر انسان مثلا مشکل پیدا میکنه، مشکل مریضی پیدا میکنه، پیش آهنگر مراجعه نمیکنه، بلکه پیش طبیب و پیش پزشک که تخصصش هست مراجعه میکنه. به همین ترتیب دوستان گرانقدر، کسی تخصصش نیست، چهار تا دروغ بلده، شما میرید به او مراجعه میکنید. این عجیبه، یعنی عقلا این پذیرفتنی نیست دوستان گرانقدر، منطقا و استدلالا این قضیه پذیرفتنی نیست. به خاطر همین تأکید ما بر این قضیه هست که جوانان عزیز، وقتی شبهه در ذهنتان به وجود میایه، اگر خودتان اهل مطالعه هستید، مطالعه کنید، برید مراجعه کنید، ببینید که حقیقت چیه. اما نه ای که پس دوباره به همان سایت همان کافر و همان مرتد و همان منافق مراجعه بکنید که برایتان پاسخ بده. نه دیگه، برید به اساس
به مسلمان ها مراجعه کنید، برید به کتب اسلامی مراجعه کنید، ببینید که آیا واقعا چنین چیزی وجود داره، آیا برای این پاسخی نوشته شده یا نه. جوانان عزیز، امروز الحمدلله کتاب های نوشته شده حتی به زبان فارسی، کتاب های الحمدلله نوشته شده که پاسخ داده برای خیلی از شبهات، شبهات در مورد قرآن کریم، شبهات در مورد رسول الله علیه السلام، شبهات در مورد حدیث پیامبر علیه السلام، شبهات در مورد صحابه، خلاصه نوشته شده. دوستان گرانقدر، برید پاسخ به این شبهات را بخوانید و مطالعه کنید و ببینید و حقیقت را از نزدیک لمس کنید، نه اینکه پیش افراد مراجعه کنید که تخصصشان نیست و اساساً وظیفهشان دروغ و تزویر و تهمته، بعد شما میخواهید پاسخ از اینها بگیرید، انتظار پاسخ از اینها را دارید، یقیناً که برایتان پاسخ ابتر و دنبوریدهی خواهند داد و شما را بدبختر و بیچارتر خواهند کرد. حرفی دارم برای علمای بزرگوار، اساتید بزرگوار و دعوتکران عزیز، دعوتکران عزیز، برادران و خواهران مسلمانم، در این شرایط حساس لازمه که مجال برای جوانان داده بشه تا شبهاتشان را به نزدتان بگن. اگر خودتان اهل تخصص نیستید و نمیتوانید که پاسخ شبهاتشان را بدید، ارجاع بدید به طرف کسانی که میدانند. خواهشان مردم را تکفیر نکنید، مردم را منافق و مرتد نگید. اگر جوانی در نزدتان میایه از شما سؤال میپرسه، به خوبی آن را معالجه کنید. به خوبی این مرض، این شبهه یک مرضه و نیاز داره به یک معالج دلسوز که تخصص داشته باشه و دلسوزی داشته باشه و این شبهه را معالجه بکنه. پاسخ بدید به شبهات جوانان، پاسخ بدید به شبهات کسانی که به هر حال فریب اسلام ستیزان و دشمنان اسلام را خوردند. حالا دوستان گرانقدر، بحث افرادی که، ببینید این قضیه را به خدمت شما عرض بکنم، هر فردی که شبهه در ذهن داشته باشه، لازم نیست که اون دشمن اسلام باشه یا اسلام ستیز باشه یا ملحد باشه یا منافق باشه یا مرتد باشه. مرتد و منافق و ملحد کسیه که خودش میدانه و بر کفرش اصرار میکنه، یعنی یک بار، دو بار، سه بار، ده بار، صد بار برایش گفته میشه که این کفر تکرار نکن، ولی با آن هم تکرار میکنه، با آن هم میگه، با آن هم مردم را به سوی کفر و به سوی الحاد و به سوی نفاق دعوت میکنه. تعامل با این مردم فرق میکنه، اما تعامل با عموم جوانان، با عموم جوانان که اینها شبهاتی در ذهنشان دارند، و به خدمت شما عرض کردم که امروز نمیشه دروازه شبهات را بست، تعامل با این مردم باید با دلسوزی باشه، با نرمی باشه، با خوبی باشه، مثل یک پزشک، مثل یک دکتر و متخصص و دلسوز که برای مریضش دوا تجویز میکنه. باید اینگونه با دیگران برخورد بشه، باید اینگونه با جوانان مسلمان برخورد بشه. اگر شبهه در ذهنتان هست جوان عزیز، مراجعه بکن به اهل تخصص، و اهل تخصص و کسانی که شما از دین آشنایی دارید و از دین حرف میزنید و شعار دین را میدهید، اگر میدانید خب پاسخ بدید، اگر نمیدانید شما را به خدا به جای تکفیر و تفسیق و به جای که مردم را منافق و مرتد و کافر بگید، ارجاع بدید به طرف دیگران. مگر در میان بزرگان ما، مگر در میان صحابه بزرگوار این گونه نبود که هر کس چیزی را نمیفهمید ارجاع میداد به طرف دیگران؟ ام المؤمنین عایشه صدیقه ازشان سوال میشه، میگن که برین از علی بپرسین، علی رضی الله عنه، برین از او بپرسین، چون او با پیامبر علیه السلام زیاد سفر کرده در مسائل خاص، مسئله خاص، نه در عموم. حرف ما اینه دوستان گرانقدر که اگر ما چیزی را میفهمیم خب پاسخ بدیم، الحمدلله. اون پاسخ ما هم با نیکی باشه، با منطق و استدلال باشه، با دلیل باشه، نه اینکه هوایی هر چی که به دهان ما آمد برای اینکه طرف مقابل نگه که والله ما نمیفهمیم هر چی به دهان ما آمد بگیم. و از طرف دیگر دوستان گرانقدر، اگر نمیدانیم خب خیلی راحت بگیم نمیدانیم. به خدا قسم این نه گفتن، نمیدانم، کلمات غریبی امروز متاسفانه در جامعه ما شده. یعنی اگر شما از یک آدمی که اصلا تخصص دینی هم نداره سوال کنید، برایتون یک چهار تا پاسخ میده. جان من، آخه این منطق نیست، به خدا این درست نیست. آخه امین که ما بگیم نمیدانم خودش علمه. بعضی از علما میگن علم سه نوعه یا سه بخشه، قال الله، قال الرسول، لا ادری، نمیدانم. خلاص، ما افراد بزرگ و افراد از ائمه بزرگوار، از علمای بزرگوار، از صحابه گرفته تا به علمای راسخین امروزی، میبینین که وقتی از اونها سوال میشه، وقتی نمیدانن میگن نمیدانم.
اصرار نمی کنند بر این که خلاصه باید یک راه پیدا بکنین برای از اینکه مردم به ما نگن که والله این آدم نمی فهمه. نه، مردم را بگذار کنار، از الله بترس، از الله بترس که توسط تو خدای ناخواسته یک آدم گمراه بشه، یک آدم به کفر بره، یک آدم به الحاد کشیده بشه. میدانی که اگر توسط تو این آدم گمراه شد، توسط تو این آدم، توسط این پاسخ ابتر و دنبوریده ای تو، خدای نخواسته این آدم گمراه شد، چی کار میشه؟ چی بلایی به سرت میآید؟ باید در پیشگاه الله پاسخ بدی. بگذار که مردم بگن نمیدانه. قضاوت مردم باید برای ما مهم باشه. در دین خدا چیزی را بگیم که وجود نداره، به خاطر که مبادا مردم برای ما چیزی بگن، بگذارید که مردم بگن نمیدانه. راحت بگو نمیدانم، مطالعه ندارم، تحقیق نکردم در این باره. حداقل بگو که مطالعه نکردم، بگذار که در این باره تحقیق کنم. اصرار نکن بر اینکه راست و دروغ بالی هم بکنی خلاصه بگی. بعضا متاسفانه این گونه هستن، یک روز باور کنید در نزد یک استاد هم تلمذ نکرده، زانوی شاگردی نزده. وقتی از او سوال میشه در امور بزرگ، امور کلان مثل کفر و ایمان، برایتان اظهار نظر میکنه. ضوابط تکفیر را نمیفهمه، شرایط تکفیر را نمیفهمه، موانع تکفیر را نمیفهمه. به محض این که حرفی بشنوه در جا تکفیر میکنه، کافری، منافقه، مرتده، فلانه. عزیز من، تو که نمیفهمی این مسائل را، خودت را چرا درگیر میکنی به این مسائل؟ به جای این که به جوانان بگیم کافر شدی، فاسق شدی، کافر و مرتد شدی، فلان شدی، شما را به خدا بیایید یک راهی بسنجیم، راه درست بسنجیم. صحابه میایه، جوان میایه در نزد رسول الله علیه الصلاه و السلام، میگه که یا رسول الله به من اجازه بدی من زنا کنم. این را من بارها در برنامه‌های خود تکرار کردم دوستان. جوان میایه به نزد رسول الله، میگه یا رسول الله به من اجازه بدی من زنا کنم. اگر یکی از دعوتگران امروزی می بود، البته نه همه، یعنی متاسفانه بگیم که اکثر امروز کسانی که با اصول دعوت درست آشنا نیستند، اگر میبود چی میکردند، چیکار میکردند؟ باور کنید در جا حکم تکفیرش را میداد، یا میگه برو فاسق بدونش از مسجد. تو شرم نمیکنی؟ حیا نمیکنی؟ آمدی برای من میگی که من زنا میکنم؟ نه، رسول الله علیه الصلاه و السلام مهربانند، رسول الله علیه السلام طبیب حاذقند، این کار را نمیکنند با این جوان. برایش میگن جوان عزیز، بعضی از صحابه برافروخته میشن، این آدم بی ادب را ببین، آمده در نزد رسول الله چی میخواه؟ جواز زنا میخواه. رسول الله علیه السلام از او سوال میکنن، خواهر داری؟ مادر داری؟ کسی داری از محارمت؟ بله. دوست داری کسی با این محارمت تو زنا کنه؟ نه یا رسول الله، دوست ندارم. خب وقتی دوست نداری جوان عزیز، با او کسی که میخواه زنا بکنی، اون هم یک محارم، محرم یک کس دیگریه، چگونه این کار را انجام میدی؟ جوان عزیز به خود میآید که من چی اشتباه بزرگ انجام میدم در واقع. توبه میکنه، میگه یا رسول الله به من دعا کن که الله متعال قلب من را اصلاح بکنه. اینه، این طبیب حاذقه. نه اینکه برو از مسجد بیرون بشو، کافر شدی، مرتد شدی، منافق شدی. این حرفا را بگذارید کنار، زمانش گذشته. در گذشته هم اشتباهات این افراد بوده که متاسفانه امروز جوانان ما میترسن که در نزد یک عالم بره سوالش را بپرسه. جرأت نمیکنه که از یک عالم سوال بکنه، به خاطر این تعامل غلط، تعامل اشتباه، تعاملی که اصلا با دین و با مقدسات اسلامی برابر نیست. جوان را گمراه کرده، کافر کرده، مرتد کرده، آتیست کرده، منافق کرده. دنبال یک منافق میره سوالش را میپرسه چون اخلاق داره. دنبال یک کافر میره سوالش را میپرسه چون اون تعاملش نیکه. ولی جرأت نمیکنه که در نزد جوان، در نزد عالم بیایه، نعوذ بالله. حالا من نمیگم علما همه تعاملشان اینه، نه، من گذشته را میگم متاسفانه. یا پاسخ نداشتند که این تعامل را انجام میدادند، یا اخلاق درست نداشتند. این مصیبت را امروز به وجود آورده که امروز جوان جرأت نمیکنه که بیایه در نزد عالم، جرأت نمیکنه که در نزد یک دعوتگر بیایه و این سوال را بپرسه. میگه من میترسم، سرم را میزنه، برای من کافر و مرتد میگه، مرا از مسجد بیرون میکنه. به هر حال دوستان گرانقدر، باید تجدید نظر بشه. یکی از راهکارهای مقابله با جنگ فکری دوستان عزیز، همانا ازاله شبهات، از بین بردن شبهات از اذهان جوانان. و جوانان و مسلمان باید با هوشیاری کامل با شبهات تعامل بکنن، که چند تعامل را به خدمت شما عرض کردم و خوبی ها و بدی هایش را هم به خدمت شما گرامیان عرض نمودم.
اجازه بدید دوستان گرانقدر که میان برنامه ببینیم و بعد از میان برنامه برمیگردیم ان شاء الله بحثمان را ادامه خواهیم داد. يا من تخر له الجبال مهابة والحوت في أعماق بحر مظلم يخشاه أين الفرار وأنت مطلع على ما في الصدور وليس أحد سواك يراه قد جئت يا مولاي معترفا بذنبي وتركت خلفي كل ما أهواه وتركت بابك يا كريم ودمعتي في الخد حرة ترتجي ربا كفاك برضاه فاقبلني يا ربي وبدد لوعة في قلب عبد يستحي مما جنته يداه واجعل حياتي كلها لك طاعة فبطاعة الرحمن فوز العبد في أخرى. سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، بحثمان را ادامه می دهیم. دوستان گرانقدر، یکی دیگه از راهکارها توجه جدی حکومت‌های اسلامی در روی دعوت و دعوتگری است. گرچه این حرف یعنی
فکر میکنم در این زمان و در این شرایط و با این سردمداران و حکامی که بر سر مسلمان ها حکومت میکنن و بلای جان امت اسلامی شدن، یک امر بسیار بزرگ و امر بعیدی شمرده میشه. ولی دوستان گرانقدر، این یک راهکاره، یکی از راهکارهاست که حکومت های اسلامی و سردمداران سرزمین های اسلامی باید برایشان فهمانده بشه که این خطر بسیار بزرگی داره، حتی به اون جایگاه و به اون چوکی و مقامتان. گرچه امروز گفتم به خدمت شما، عرض کردم عقول این مردم متاسفانه مسخ شده، عقول این سردمداران و حکام سرزمین های اسلامی. میبینین که در خدمت آمریکا هست، یکی در خدمت روسه، یکی در خدمت چینه، یکی در خدمت اینه، یکی در خدمت اونه. خلاصه اینکه هر کدام اینها به یک جهت وابستند و برای منافع اشغالگران و برای منافع دشمنان اسلام و برای منافع کسانی که اینها شبان روز بر علیه مسلمان ها تبلیغات دارن، شبان روز مسلمان ها را قتل عام میکنن، شبان روز مسلمان ها را از بین میبرن و میکشند و به هر حال خرابکاری در سرزمین های اسلامی میکنن، یعنی در خدمت اونها هستند، توجهشان به اونها است. در حالی که برعکس، اونها مسائل سیاسیشان را میسنجن و در این حال تبشیری ها، یعنی دعوتگرانی که به سوی مسیحیت و به سوی تنصیره، مستشرقین، همه اینها را تمویل میکنن، همه این گروه ها و جریان ها را بر علیه اسلام تمویل میکنن. حتی برخی از رسانه هایی که خارج از سرزمین های اسلامیه و در دست فرزندان مسلمانه، یعنی فرزندان از خانواده های مسلمان که ضد دینشان کار میکنن، من مسائل سیاسی رو نمیگم، ضد دینشان کار میکنن، ضد باورشان کار میکنن، باور کنید توسط اونها تمویل میشن، توسط اونها پول داده میشن و به عنوان آزادی بیان برایشان تشویق و ترویج میشن، که ترغیب میشن که هر چی دلتان میخواد بگید، بر علیه اسلام بگید تا میتوانید بگید. پروژه اسلام حراسی خودشان برا انداختن و همین حکام و زمامداران سرزمین های اسلامی با اونها همکارند. پروژه اسلام حراسی را اینها دارن تمویل میکنن، بر علیه امت اسلامی هستند. در قطره قطره خونی که از مسلمان ریخته میشه، دست این سردمداران ظالم متاسفانه جای داره و دست اینها هست. یعنی اگر سردمداران سرزمین های اسلامی و حکام سرزمین های اسلامی به این قضیه توجه نکنن، حتی همون مقام و چوکی و عرششان هم زیر سوال میره دوستان، تخت و مقامشان هم زیر سوال میره. چون دشمن از جنگ فکری وقتی شروع میکنه، مثلا مسائل فکری شروع میشه، جنگ روانی شروع میشه، این جنگ روانی سرانجام یک جنگ به هر حال لشکرکشی داره، جنگ گرم داره دوستان گرانقدر، جنگی داره که در اونجا دیگه احتلال یا اشغال سرزمین اسلامیه که کلن سرزمین اسلامی را بگیره. امروز شما ببینید اگر مسلمان ها و اگر سردمداران سرزمین های اسلامی و حکام سرزمین های اسلامی، این مردم عقلشان به جا بیایه و عقلشان درست کار بکنه و از عقلشان مستفید بشن، امروز این بدبختی به سراغ مسلمان ها نمی آید. امروز مسلمان ها الحمدلله معادن دارن در سرزمین هایشان، مواد خام دارن در سرزمین هایشان. از نظر اقتصادی مثلا بگیم، ببینید با آن هم مسلمان ها به چی وضعیت زندگی میکنن، مسلمان های بیچاره به چی وضعیت زندگی میکنن. حتی در همون سرزمینی که این حاکم احمق بگیم یا ظالم بگیم، در اونجا متاسفانه حکمرانی میکنه، ولی در اختیار دیگران قرار داره، ذلیل، خار، بیچاره، درمانده، از دروغ والا دل بسته به همان چوکی که داره، دل بسته به همان مقام دروغینه که داره. همین که برایش بگم والا رئیس جمهور صاحب، وزیر صاحب، رئیس صاحب، فلان صاحب، به همین دلش خوش میشه، به همین دلش خوش میشه. در حالی که اگر شما حقیقت حالش را ببینید، یک آدم حقیری، بیچاره، مسکینی که درمانده به طرف دیگران، دستش به طرف غربی ها درازه، مظلوم و بیچاره، هر چی که اونها بگن کار دیگری نمیتونه. اگر بگن که همین ماست، سیاه، مجبوره بگه سیاه، پدرش جرأت نمیکنه که بگه سفیده، پدرش جرأت نمیکنه که با اونها استدلال بکنه که چرا شما میگید سیاه، آخه این که سفیده، به این حرفا توجه ندارن دوستان گرانقدر. حتی همین مقامشان دروغینه، همین جایگاهشان دروغینه، ولی به همین جایگاه و مقام دروغین دل بسته اند، این مردم دل بسته اند. و امروز ببینید به جایی که اینها دین را ترویج کنند، فحشا و منکرات را در سرزمین های اسلامی ترویج میکنند، به جایی که حقانیت اسلام را ترویج بکنند،
چون اینها به هر حال توسط همین مسلمانهای بیچاره و مسلمانهایی که از حقیقت بیخبرند انتخاب شدند. به جایی که اسلام را ترویج کنند، کفر را ترویج میکنند. به جایی که اخلاقیات را ترویج بکنند، میبینین که رذایل اخلاقی را در میان جوانان و مسلمان و ملتهای مسلمان ترویج میکنند و دلیل دارن به این کارشان. ترویج کفر و ترویج رذایل اخلاقی، ترویج فحشا و منکرات باعث میشه که چند روز بیشتر اینها به مقام و چوکیشان بمانند. چون غربی ها هم از اینها دل خوش میشن، چون مجبوره که برنامه تغریب یا غربگرایی را در سرزمینش اجرا بکنه و الا اینکه بادارش او را میاندازه برو بیرون، برو گم شو. این گونه با او برخورد میکنه. ببخشید این حرف را میگم، یک واقعیته. یک واقعیت دیگه دیدین، ما خب به هر حال در همین سنی که داریم، تجربیاتی که در بعضی از کشورها دیدیم که وقتی چاکری و نوکری برای غرب نکرد و رو انداختن دور، برو گم شد. یا مجبوره که به هر حال تظاهر بکنه که والله من دشمن شما هستم و در پنهان با او همکار باشه، مثل حکومت آخوندی. از دروغ میگه، خیلی خیلی کارهایشان دروغه، مشخصه، بازیه. خود با همون دشمن همکاسه هستن، همکلامن، با او هم نشینن، ولی در ظاهر برای فریب اذهان عامه و برای فریب جهان و برای فریب بعضی از کشورهای بدبختی که دل بستن به دشمنان، برای فریب اونها، بله والله ما با شما دشمنیم و تکبیر و الله اکبر. از دروغ، همه دروغ، همه دروغ و تزویر و خودنمایی، خودنمایی و فریب مسلمانان. ولی در جایی میرسه که باز میبینین که در اشغال آمریکا دست داره خودش با آمریکا، در اشغال آمریکا افغانستان را میبینین دست داره، در اشغال عراق میبینین که با آمریکا دست داره. خودشان اعتراف میکنن، وجود داره اعترافاتشان، با صدا و تصویر خودشان حرف زدن و گفتن، دست دارن. دوستان گرانقدر، حرف من اینه که امروز متاسفانه سردمداران سرزمین های اسلامی و حکام سرزمین های اسلامی اگر هوشیار نشن، دعوت و دعوتگری را ترویج نکنن، اخلاقیات را ترویج نکنن، یقینا که در این دنیا هم خار هستند و در پیشگاه الله متعال هم خارند. و این مردم را بفهمانید، کسانی که نزدیکی به این مردم دارن، این مردم را بفهمانید. به خدا قسم همین مقام و عرش و جایگاه دروغینی هم که دارید، همین را هم از دست میدید. مثل که در برخی از کشورها ما تجربه کردیم، سالها چاکری کرده برای آمریکا و برای کشورهای غرب و برای کشورهای خطرناک و برای کشورهای تروریست، ولی سرانجام چی شد؟ سرانجام او را کشتند، سرانجام از بین بردند، او را از بین بردند، چون دیگه فهمیدند که این وقتی که کارآمدی نداره، خلاص شده کارش، کارش تمامه. و اینها دوستان گرانقدر، این آمریکا و این کشورهای غرب، به اینها نمیشه اعتماد کرد. نه اینها پیمان دارن، نه اینها عهد دارن، نه اینها احترام دارن. فقط چیزی که برایشان مهمه، چیزی که برایشان مهمه، ثروت و فکر غلط و اندیشه غلط، فحشا و منکرات، ترویج خلافکاری در میان بشریت و فرستادن بشریت به پرتگاه بدبختی و زلالت و گمراهی و بیرون شدن از دایره انسانیت. یک مصیبت دوستان گرانقدر. به هر صورت باید این قضیه هم مورد توجه قرار بگیره دوستان عزیز و گرانقدر. یکی دیگر از راهکارها فهماندن حکام و سرزمین‌های اسلامی، حکام سرزمین‌های اسلامی و سردمداران سرزمین‌های اسلامی، که اینها بفهمند و با دعوتگران در این راه امراه بشند و راهی به سوی خودشان باز بکنند و خودشان را حداقل نجات بدن. به هر حال دوستان عزیز و گرانقدر، مسائل دیگری هم هست که ان شاء الله میگذاریم در برنامه بعد و پیرامونش صحبت میکنیم. راهکارهای دیگری است و مهم و اساسی، و تلاش میکنم که ان شاء الله در برنامه آتی این بحث چگونگی مقابله با جنگ فکری را ببندیم ان شاء الله و بحث دیگری، بحث جدیدی باز بکنیم. اجازه بدید دوستان گرانقدر که در این قسمت از خدمت شما عزیزان رخصت بشم و همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال یار و مددگارتان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.